سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته گذشت. در این برنامه از آخرین تلاش‌های موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در آمریکا خواهیم گفت. نگاهی خواهیم داشت به بحران پناهجویان در اتحادیه اروپا. گفتگویی داریم با دکتر عبدالستار دوشوکی درباره انتصاب اولین سفیر کرد اهل سنت از سوی دولت روحانی و گزارشی داریم از برگزاری بزرگترین رژه نظامی چین به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم. با ما همراه باشید. بحث درباره قطعنامه عدم رضایت از توافق هسته‌ای ایران روز چهارشنبه 17 شهریور ماه در مجلس نمایندگان آمریکا آغاز می‌شود. همزمان دیک چنی، معاون ریاست جمهوری آمریکا در زمان جورج بوش، از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی انتقاد کرده و گفته که این توافق می‌تواند به اولین کاربرد بمب اتمی پس از جنگ جهانی دوم بیانجامد. او در کتابی که به همراه دخترش لیز چنی منتشر کرده مدعی شده باراک اوباما برای دستیابی به توافق با ایران درمانده بود و هر امتیاز خطرناک برای آمریکا را که سران ایران می‌خواستند داده است. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است بحث درباره قطعنامه عدم رضایت از توافق هسته‌ای ایران زودتر از انتظار و روز چهارشنبه هفته آینده در مجلس نمایندگان آغاز می شود. قرار است همزمان با آغاز بحث در مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز 9 سپتامبر جلسه‌ای برای بررسی توافق اتمی با ایران برگزار کند. جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با موضوع پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران و با حضور ژنرال چاک وولد، جانشین فرمانده سابق مرکز فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در اروپا، آدمیرال ویلیام فالون، فرمانده سابق مرکز فرماندهی و لئون ویلستایر، عضو ارشد مرکز مطالعاتی بروکینگز برگزار خواهد شد. سنای آمریکا نیز که تعداد جمهوری خواهان در آن اکثریت است، باید پیش از 17 سپتامبر در این مورد اعلام نظر کند. رأی‌گیری درباره توافق اتمی با ایران در حالی انجام می‌شود که روز گذشته با حمایت 34 سناتور از توافق هسته‌ای با ایران، امکان وتوی رأی منفی کنگره توسط باراک اوباما رئیس جمهوری تضمین شده است. روز چهارشنبه 11 شهریور ماه باربارا میکولوسکی، سناتور دموکرات از مریلند، حمایت خود از توافق هسته‌ای با ایران را اعلام کرد. در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته است همان زمان که باراک اوباما و حسن روحانی روند مذاکرات را احیا کردند، ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده بود و برای مواجهه با این شرایط تحریم‌ها به تنهایی کافی نبود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری که روز چهارشنبه 11 شهریور ماه در فیلادلفیا در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی می‌کرد، گفت در زمان از سرگیری مذاکرات همه در دستگاه حاکمی آمریکا آگاه بودند که ایران به کشوری در آستانه اتمی شدن تبدیل شده و از آن مهمتر ما همان زمان هم به این وضعیت پاسخ داده بودیم، چرا که ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا به وضوح با این واقعیت رو در رو بود که نه تنها تحریم‌ها به تنهایی برای پایان دادن کار کافی نیستند، بلکه حتی نزدیک هم نیستند. وی تاکید کرد تحریم‌ها در کند کردن یا توقف حرکت ایران به سوی قابلیت سلاح هسته‌ای موفق نبودند. آقای کری همچنین روز چهارشنبه در گفتگو با کریستیان امانپور، خبرنگار شبکه CNN آمریکا، در واکنش به اعلام حمایت 44 سناتور از توافق اتمی ایران گفت رأی 34 سناتور در حمایت از توافق هسته‌ای برای آنکه رئیس جمهور بتواند از حق وتوی خود استفاده کند به وضوح کافی است، اما دولت اوباما به این میزان راضی نیست و تلاش می‌کند که بیشتر به پیش رود و دیگران را به حمایت از این توافق ترغیب کند.
همزمان دیک چنی معاون ریاست جمهوری آمریکا در زمان جورج بوش از توافق اتمی ایران با قدرت‌های جهانی انتقاد کرد و گفت توافق اتمی با ایران می‌تواند به اولین کاربرد بمب اتمی پس از جنگ جهانی دوم بیانجامد. به گزارش روزنامه هارتس در شماره دوشنبه 9 شهریور، نظرات دیک چنی در مخالفت با توافق با ایران در کتابی که او و دخترش لیز چنی نوشتند مطرح شده است. وال استریت جورنال نیز روز جمعه 6 شهریور ماه خبر داده بود که فروش این کتاب با نام استثنایی چرا دنیا به یک آمریکای قوی نیازمند است از روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه در آمریکا آغاز می شود. لیز و دیک چنی در کتاب خود توافق با ایران را به توافق مونیخ تشبیه کردند. اشاره به توافقی است که در سال 1938 میان آدلوف هیتلر با قدرت‌های وقت به دست آمد، اما یک سال بعد هیتلر با حمله به لهستان موجب آغاز جنگ جهانی دوم شد. چنی و دخترش در کتاب خود باراک اوباما را متهم کردند که تقریباً در مورد هر چیزی که به توافق اتمی با ایران مربوط می شود دروغ گفته است. آن دو مدعی شدند که اوباما برای دستیابی به توافق با ایران درمانده بود و هر امتیاز خطرناک برای آمریکا که سران ایران می خواستند را داده است. پدر و دختر نوشتند توافق با ایران قمار کردن با امنیت آمریکاست و به دلیل نقایص فراوان آن نه تنها احتمال جنگ را بیشتر می‌کند بلکه احتمال کاربرد بمب اتمی را نیز بیشتر می‌کند. در اواخر جنگ جهانی دوم آمریکا به دو شهر هیروشیما و ناکازاکی ژاپن با بمب اتم حمله کرد تا ژاپن را وادار به تسلیم کند. این دو حمله تنها حملات اتمی انجام شده در جهان هستند. به نوشته آقای چنی و دخترش، آمریکا باید با کسب دوباره اعتبار پیشین از موضع قدرت با ایران مذاکره کند. لیز و دیک چنی در کتاب خود سیاست‌های دولت اوباما را در مورد عراق و افغانستان نیز مورد انتقاد قرار داده و نوشتند سیاست خارجی دولت دموکرات در سال‌های گذشته بر اساس به دست آوردن دل دشمنان، رها کردن همپیمانان و پوزش‌خواهی‌های نابجا بوده است. آنها ابراز عقیده کردند که دولت دموکرات در 7 سال اخیر موجب ایجاد خلأ در خاورمیانه و لذا سربرآوردن گروه حکومت اسلامی شد. لیز و دیک چنی نوشتند در انتخابات نوامبر 2016 نماینده جمهوری‌خواه باید وارد کاخ سفید شود تا ملت آمریکا از خطرات بزرگ رهایی یابد. آنها گفتند درآمد فروش کتاب را به کارزار انتخابات ریاست جمهوری به سود حزب جمهوری خواه خواهند داد. دموکرات ها دیک چنی را یکی از عوامل اصلی جنگ طلبی در دولت پیشین آمریکا و از مشوقان حمله نظامی به عراق در حالی که جنگ افزار هسته‌ای در عراق به دست نیامده بود معرفی می کنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید جمعه گذشته در خصوص اتهاماتی که دیک چنی در کتابش علیه دولت اوباما مطرح کرده است گفت مخالفان توافق اتمی با ایران همانهایی هستند که آمریکا را به جنگ با عراق کشاندند. باراک اوباما و دولت او بارها تاکید کردند که روند دیپلماسی را ترجیح می‌دهند و جنگ جایگزین توافقی است که قدرت‌های جهانی و ایران 23 تیر ماه در وین به دست آوردند. اما هجوم پناهجویان به کشورهای اروپایی این اتحادیه را با بحران مواجه کرده. ایستگاه راه آهن بوداپست پر از پناهجویان است که می‌خواهند به کشور آلمان یا سایر کشورهای مرفه اروپایی مهاجرت کنند. مقام‌های مجارستان روز پنجشنبه 12 شهریور ماه ایستگاه قطار بوداپست این کشور را پس از 2 روز روی پناهجویان باز کردند. در ادامه موج مهاجران غیرقانونی در خاک اروپا، صبح روز پنجشنبه 12 شهریور صدها مهاجر به داخل ایستگاه قطار بوداپست هجوم بردند، در حالی که هیچ قطاری به خارج از مجارستان و مقصد آلمان برنامه حرکت ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آن که صبح روز پنجشنبه پلیس درهای ایستگاه قطار در پایتخت مجارستان را پس از 2 روز باز کرد، صدها مهاجر غیرقانونی که بیشتر آنها از سوریه هستند به داخل ایستگاه هجوم بردند. این در حالی است که همین خبرگزاری خبر می‌دهد از بلندگوی ایستگاه اعلام می‌شده که تا مدتی نامشخص قرار نیست هیچ قطار خارجی از این ایستگاه حرکت داشته باشد. از روز سه‌شنبه گذشته که نیروهای پلیس درهای ایستگاه مرکزی بوداپست را بسته و مانع ورود مردم به آن شده بودند، حدود 2000 مهاجر غیرقانونی در خارج از ایستگاه جمع شدند.
خبرگزاری اسوشیتد پرس تعداد این مهاجران را حدود 3000 تن اعلام کرده است. این خبرگزاری هدف از این اقدام پلیس را ممانعت از ورود مهاجرانی به ایستگاه دانسته که بلیط برای سفر دارند اما مدارک قانونی لازم برای سفر به آلمان و اتریش را ندارند. در همین حال روز پنجشنبه ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان قرار است ظهر پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک با دیگر سران اروپا درباره بحران مهاجران غیرقانونی به گفتگو بنشیند. بیشتر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دنیا بحران مهاجرت اخیر را نخستین بحران بزرگ از زمان جنگ جهانی دوم توصیف کردند. تنها در ماه اوت 50,000 مهاجر که بیشترشان اهل سوریه، عراق و افغانستان هستند وارد مجارستان شدند که بیشتر آنها قصد ادامه مهاجرت به سوی کشورهای غربی اتحادیه اروپا به ویژه آلمان را دارند. اروپا همینک با بزرگترین موج مهاجران از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است، به طوری که در سال جاری بیش از 300,000 نفر که به خاطر جنگ، فقر و مسائل سیاسی از کشورهای خاورمیانه و شرق آفریقا در حال گریز هستند وارد اروپا شدند. در همین حال به گفته مقامات مجار از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 150,000 نفر از خاک صربستان وارد مجارستان شدند و به ویژه در ماه گذشته روز به روز بر تعداد این افراد اضافه شده است. همزمان با شدت گرفتن موج مهاجران غیرقانونی، مجارستان که همکنون دولتی راستگرا در آن بر سر کار است، دست به ساخت حصاری در مرز 175 کیلومتری خود با صربستان شد تا بتواند جلوی این موج را بگیرد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان این مهاجران را که بیشتر از جنگ داخلی 5 ساله سوریه گریختند، تهدیدی برای امنیت و رفاه و هویت اروپا توصیف کرده است. مجارستان جزء منطقه شنگن در اتحادیه اروپا است و برای سفر و گذشتن از آن نیازی به داشتن روادید نیست. در همین زمینه وزیر امور خارجه اسلواکی با انتقاد از واکنش‌های متفاوت و آشفته به موج مهاجران در خاک اروپا چنین اظهار نظر کرد که منطقه شنگن در اروپا از هم پاشیده است. میروسلاو لایچاک وزیر خارجه اسلواکی گفت در شرایط عادی گرفتن ویزای شنگن بسیار دشوار است، اما این روزها ده ها هزار نفر را میبینیم که اینجا و آنجا سرگردانند اما کسی مدارکشان را چک نمی کند. از سوی دیگر جمهوری چک در اقدامی متفاوت روز پنجشنبه اعلام کرد که دیگر مهاجران غیرقانونی را که به سوی آلمان سفر می کنند بازداشت نخواهد کرد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، پیشتر مقامات چک مهاجرانی را که در مجارستان ثبت نام کرده اما به سوی آلمان به راه افتاده بودند مدت 42 روز در کمپ نگه می داشتند، اما اکنون مهاجران غیرقانونی سوری می توانند به راه خود ادامه دهند و خود را به آلمان برسانند. برلین هفته گذشته اعلام کرد که مهاجران سوری از الزامات توافق شنگن در اتحادیه اروپا معافند و هر تبعه سوریه که خود را به خاک آلمان برساند می تواند در این کشور مانده و تقاضای پناهندگی کند. هفته گذشته نخستین سفیر کرد اهل سنت از سوی دولت روحانی منصوب شد. وزیر اطلاعات ایران نیز پیش از این از تعامل خوب دولت با روحانیون اهل سنت خبر داده بود. دستیار روحانی میگوید رئیس جمهور از تخریب نمازخانه اهل سنت در پونک تهران ناخشنود است. با نزدیک شدن زمان انتخابات مجلس، توجه دولت به مسائل اهل سنت بیشتر شده است. برای اولین بار در ایران دولت حسن روحانی یک سفیر سنی مذهب اهل کردستان را برای ویتنام و کامبوج منصوب کرد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه گزارش داد که صالح ادیبی رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان به عنوان اولین سفیر کرد اهل سنت تعیین شده است. عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در این رابطه با اشاره به تحرکات انتخاباتی در استان کردستان میگوید وعده‌هایی که روحانی به اقلیت‌های کشور داده یکی پس از دیگری در حال اجرایی شدن است.
پیش از این سید محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در نطق پیش از دستور خود در 18 اجلاس مجلس خبرگان رهبری گفت تعامل خوبی با علمای اهل سنت انجام شده و به این ترتیب مانع جذب افرادی از اهل سنت به داعش و گروه‌های تکفیری شده است. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در دیدار با نخبگان و صاحب نظران اهل سنت استان‌های خراسان و سیستان و بلوچستان روز 27 مرداد ماه هشدار داد که اهل سنت مراقب باشند خواسته های مذهبی آنها به مطالبات سیاسی تبدیل نشود. دستیار ویژه رئیس جمهور با اشاره به انتقادات و اعتراضات اهل سنت نسبت به تخریب نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران گفت همه مسئولان ارشد کشوری و از جمله شخص رئیس جمهور از این اقدام ناخشنود هستند. یونسی افزود که این مسئله با پیگیری مسئولان حل و فصل خواهد شد. عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن که تحولات مربوط به اهل سنت کشور را دنبال می کند درباره انتصاب اولین سفیر سنی مذهب در جمهوری اسلامی به تلویزیون ایران فردا گفت واقعیت اینه که خب انتخاب یا انتصاب ایشون به عنوان اولین سفیر اهل سنت می تونه یک نکته مثبتی باشه، سرآغاز خوبی باشه، اما واقعیت اینه که با یک گل بهار نمیشه. آقای روحانی در پروسه انتخاباتی خودشون وعده های بسیاری به اهل سنت و اقوام ایرانی دادن که متاسفانه هیچ کدوم از اون وعده ها عملی نشد. در نتیجه این از نظر اهل سنت و از نظر اقوام و بخصوص کردها میتونه یک اقدام مثبتی باشه برای یک سرآغاز خوب، اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در عرض این 36 سال ثابت کرده که بجز یک سری تعارفات در عمل در مورد احقاق حقوق اهل سنت اقدامات عملی چندانی انجام نداده. به همین دلیل ما میبینیم که واقعا در عرض این 2 سال اخیر آقای روحانی نتونستن هیچ کاری بکنن، ولی شاید طرفداران ایشون بگن که تمام هم و غم خودشون رو گذاشته بودن روی مسئله هسته‌ای و الان که مسئله هسته‌ای حل شده آقای روحانی میپردازه به بقیه وعده هایی که تا به امروز عملی نشدن. از این نظر بقید من میتونه برحال جلوی ضرر را از هر کجا که بگیریم یا اقدامات خوب رو از هر کجا که آغاز کنیم، اگرچه در عرض این 36 سال یه مقداری دیر شده است و بقید من انتخاب یک سفیر اون هم در یک یا دو کشوری که زیاد از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی مهم نیستن میتونه اقدام کمی باشه، ولی اهل سنت که در این برهوت خوشسالی سیاسی و تبعیضاتی که برای اونا اجرا شده هر نوع رفع تبعیض رو هر چقدر هم کوچک و دیر باشه به اصطلاح مورد خوشایند و استقبال اونها قرار میگیره. و اما در مورد اینکه اصولا این گونه اقدامات یعنی آوردن اهل سنت در داخل نهادهای مختلف حکومتی میتونه نکته مثبتی باشه برای تعامل بین اهل سنت و بخصوص روحانیان اهل سنت با حکومت، بقیده من بله این میتونه نکته مثبتی باشه، چون به هر حال رشد نیروهای افراطی و نیروهای تکفیری بخصوص در مناطق سنی نشین که با حکومت مخالف هستند یک بستر و زمینه فکری و ذهنی داره که این بستر زمینه فکری رو اصولا تبعیضات عدیده‌ای که جمهوری اسلامی به صورت قانونی و فراقانونی بر علیه مردم مناطق سنی نشین ایران اهمال میکنه به وجود میاره. در نتیجه اون ذهنیت یعنی اون بستر کمرنگتر میشه که برای اهل سنت ظلم و ستم صورت میگیره و در نتیجه سنی ها بسیار متمایل خواهند بود که به سوی گروه های مخالف معاند یا تکفیری برن و از این نظر بقیده من میتونه نکته مثبتی باشه، اما به هر حال این هم باید در نظر داشته باشیم که اقدامات بیشتری لازم هست و بخصوص اقداماتی مثلا از نظر مذهبی، اقداماتی نظیر اجازه دادن به اهل سنت اینکه در تهران مسجد داشته باشند یا در مناطق خودشون حتی مراسم و شعائر مذهبی خودشون رو در استانهای مثل سیستان، بلوچستان، کردستان، ترکمنصحرا و غیره انجام بدن و بخشی از
دستگاه‌های حکومتی و رسانه‌ها به خصوص حداقل در مورد مسائل مذهبی در اختیار اهل سنت قرار بگیرن. به عنوان مثال سنی‌ها بانگ یا اذان خودشون رو داشته باشن که متأسفانه در جمهوری اسلامی اینگونه نیست، ولی بقیده من بخش وسیعی از اهل سنت این رو به فال نیک میگیرن، میگن خیلی خوب الان که مسئله هسته‌ای تمام شد بلافاصله آیه روحانی شروع کرد با یک سفیر و امیدوارن به زودی سنی ها معاون وزیر داشته باشند و اگر در این کابینه نشد حداقل در کابینه آینده یک وزیر هم داشته باشند و بسیاری از مقامات لشکری و کشوری که همشون در شرایط فعلی شیعه از مشری هستند بتونن از سنی ها باشند. اما نکته مهم دیگری هم که باید در نظر داشته باشیم، این افراد واقعا کسایی هستند که در عرض 36 سال اخیر در بین اهل سنت که مشخصا در مورد آیدیوی من نمیگم ولی در مجموع ما به اونها میگیم سنی های اثنا عشری، این کسانی بودن که تعامل بسیار نزدیک و همکاری تنگاتنگ با حکومت داشتن و از نظر ولایت مداری هم بقیده من نمره و کارنامه خوبی دارن. در نتیجه جمهوری اسلامی که نمیتونست اینها رو هم تحمل کنه و مقام یا منصبی به اینها واگذار بکنه، نشون میداد که این تامگرایی از سوی حکومت واقعا برای اهل سنت غیر قابل قبول بود، ولی این باید سرآغاز باشه و نه پایان کار در رابطه با تعامل با اهل سنت و امیدواریم که اقدامات بسیار مثبت و بالاتر دیگری هم به زودی در طی ماه‌های آینده صورت بگیرد. روز پنجشنبه 12 شهریور ماه دفتر اوتو پرز رئیس جمهوری گواتمالا خبر استعفای او از این سمت را اعلام کرد. اعلام این خبر ساعتی پس از صدور حکم بازداشت به درخواست دادستانی گواتمالا صورت گرفت. روز سه‌شنبه 10 شهریور ماه پارلمان گواتمالا با اکثریت قاطع به طرح سلب مسئولیت قضایی از رئیس جمهوری رأی داده بود. آقای پرز به شرکت در یک باند اختلاس متهم است. در پی صدور حکم بازداشت اوتو پرز رئیس جمهور گواتمالا در روز چهارشنبه 11 شهریور دادستان این کشور گفته وی از این پس فاقد اختیار و صلاحیت ماندن در مقام خود است. حکم بازداشت آقای پرز توسط دادستان گواتمالا و بر مبنای اتهاماتی صادر شده که قوه قضاییه کشور و یک کمیسیون ویژه سازمان ملل علیه او اقامه کردند. قاضی تحقیق پرونده رئیس جمهور او را به ایجاد و هدایت شبکه‌ای برای ارتشا و اختلاس متهم کرده است. قبلاً پارلمان گواتمالا مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را لغو کرده بود. اعلام دادستان گواتمالا یک روز پس از رأی تاریخی کنگره به لغو مسئولیت سیاسی رئیس جمهور صورت گرفت. اندکی قبل از اعلام دادستان، دادگاه قانون اساسی گواتمالا تقاضای اوتو پرز رئیس جمهور برای تعلیق تعقیب قضایی خود را رد کرد. بنابر داده‌های دادستان، رئیس جمهور در رأس یک شبکه فساد و اختلاس قرار داشته که در گمرک کشور فعال بوده و با لغو عوارض گمرکی برای شماری از شرکت‌ها از آنها رشوه دریافت می‌کرده است. درآمد این باند به هفته‌ای 150 هزار دلار می‌رسیده است. با توجه به فقر شدید گواتمالا و نیاز مبرم کشور به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های آموزشی و بهداشتی، انتشار خبر اختلاس در سطح بالای حکومت موجی از خشم و اعتراض در سراسر کشور برانگیخت. لغو مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در کنگره به اتفاق آرا صورت گرفت. البته بخشی از اعضای فراکسیون حزب رئیس جمهور در رأی‌گیری شرکت نداشتند. کشف شبکه فساد و رشوه‌خواری از ماه مه و با تحقیقات یک کمیسیون سازمان ملل که با اجازه دولت گواتمالا مشغول بررسی جنایات و فساد در این کشور است عملی شد. این تحقیقات سرانجام دو هفته پیش به دستگیری معاون رئیس جمهور انجامید، اما تحقیقات بعدی بیش از پیش اتهام‌ها علیه خود رئیس جمهور را تقویت کرد و رئیس قوه قضاییه که از نزدیکان پرز است نیز اسناد را غیرقابل انکار دانست.
لغو مسئولیت سیاسی رئیس جمهور و صدور حکم دستگیری برای او یک هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در گواتمالا صورت گرفته است. دوره ریاست جمهوری پرز به طور طبیعی در ژانویه امسال به پایان می رسید و او طبق قانون اساسی اجازه نداشت که در دور جدید انتخابات ثبت نام کند. پرز در ماه‌های گذشته به تدریج حمایت عمومی را از دست داد و رهبران کلیسا، ارتش و آمریکا نیز پشت او را خالی کردند. به جریان افتادن پرونده فساد علیه رئیس جمهور، الهام بخش مدافعان اصلاحات در دستگاه‌های قضایی و اداری و امنیتی گواتمالا شده است. از سال 1996 که در پی قرارداد صلح، جنگ داخلی در گواتمالا پایان یافت، کماکان این کشور صحنه فساد و خشونت بوده و رشد دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در آن به کندی پیش می‌رود. بنابر داده‌های سازمان ملل، 50% هزینه‌های انتخابات مجلسی که اینک دایر است نیز از رشوه‌های یاد شده و درآمدهای مربوط به مواد مخدر تأمین شده است. این اتهامات عملاً مشروعیت پارلمان کنونی را هم زیر سوال برده است. از این رو در گرماگرم بحران سیاسی کنونی این بحث جاری است که چگونه میتوان هرچه سریعتر اصلاحاتی را در قانون انتخابات و قانون احزاب انجام داد تا شکلگیری یک مجلس مشروع را به دنبال داشته باشد. انتشار تصویر یک کودک سوری غرق شده در شبکه‌های اجتماعی که هفته گذشته منتشر شد اروپا را تکان داد. خانواده این کودک قصد داشت با کمک باندهای قاچاق انسان خود را از دریا به اروپا برساند که کشتی آنان واژگون شد. انتشار تصویر یک کودک غرق شده سوری با واکنش گسترده رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. این تصویر که یک کودک غرق شده در پی فرار خانواده‌اش به سوی اروپا را نشان می‌دهد، روز چهارشنبه 11 شهریور ابتدا در فیسبوک منتشر شد. در واکنش به انتشار تصاویر مهاجرانی که از مسیر دریا به سوی اروپا مهاجرت می کنند، بسیاری از شهروندان در جهان کمپین هایی برای درخواست کمک به مهاجران به راه انداختند. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شرح عکس کودک غرق شده سوری نوشت، اگر عکس این کودک غرق شده موضع اروپا را در برابر مهاجران تغییر ندهد، چه چیزی تغییر خواهد داد؟ همزمان با انتشار تصویر کودک سوری، سازمان ملل متحد اعلام کرد مناقشه‌ها در خاورمیانه باعث محرومیت بیش از 13 میلیون کودک از تحصیل شده است. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، در گزارش تازه‌ای که روز چهارشنبه دوم شهریور و همزمان با آغاز سال تحصیلی در بسیاری از کشورهای جهان منتشر کرد، اعلام کرده است تأثیر مخرب مناقشه را کودکان در سراسر منطقه حس می‌کنند. در این گزارش آمده که در سوریه، عراق، یمن و لیبی تقریبا 9000 مدرسه هست که دیگر برای تحصیل قابل استفاده نیست. یونیسف همچنین ده ها حمله به مدارس و آموزگاران در سراسر منطقه را فهرست کرده است. پیتر سالما، مدیر منطقه یونیسف در خاورمیانه و شمال افریقا گفت مسئله فقط خسارات عمرانی به مدارس نیست، بلکه احساس عجز نسلی از دانش آموزان است که امیدها و آینده خود را فنا شده می دانند. بنابر گزارش یونیسف، 13.1 میلیون نفر که ترک تحصیل کرده اند، تقریباً 40% کودکان در سن تحصیل در سوریه، عراق، یمن، لیبی و سودان را تشکیل می دهند و سازمان ملل نگران است این رقم در ماه‌های آینده به 50% برسد. یونیسف می گوید در سال 2014 214 حمله به مدارس در سوریه، عراق، لیبی، مناطق فلسطینی، سودان و یمن انجام شده است. در سوریه از هر 4 مدرسه یکی تعطیل شده و بیش از 2 میلیون کودک را متاثر کرده است. در گزارش یونیسف تحت عنوان تحصیل زیر آتش گلوله آمده است که کشتار، آدم ربایی و دستگیری های خودسرانه دانش آموزان، معلمان و خدمه آموزشی در منطقه عادی شده است. هزاران آموزگار شغل خود را از ترس رها کردند و کودکان اغلب مجبور به کار اجباری برای کمک به خانواده هایشان می شوند. کودکان همچنین گاه در سن کم به عنوان جنگجو به کار گرفته می شوند. آقای سالماگو یونیسف امسال به 300 میلیون دلار دیگر برای تلاش جهت بهبود دسترسی به آموزش در منطقه نیاز دارد.
اما چین برای اولین بار سالگرد جنگ جهانی دوم را با یک رژه نظامی بزرگ برگزار کرد. در این مراسم تعداد زیادی سلاح جدید به نمایش درآمدند. رهبران کشورهای غربی در این مراسم حضور نداشتند. ارتش چین در 70مین سالگرد تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم رژه بسیار بزرگ و بی سابقه ای برگزار کرده است. این نخستین بار است که چین در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم مراسمی به این بزرگی برگزار می کند. رژه نظامی روز پنجشنبه 12 شهریورماه در حالی انجام می شود که روابط چین با برخی از همسایگانش در شرق آسیا به ویژه با ژاپن دستخوش تنش‌های تازه شده است. تنش‌های چین و ژاپن عمدتاً به ادعاهای مالکیت جزایر کوچک در دریای جنوبی چین و اطراف آن باز می گردد، اما ریشه در اختلافات قدیمی تری در منطقه دارد. شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین در آغاز سخنرانی خود در مراسم رژه گفت پیروزی کامل در جنگ دوم جهانی بر ژاپن از چین کشوری بزرگ ساخت. رئیس جمهوری چین در میدان تیاننمن سخنرانی میکرد که در سال 1949 ماوتستونگ در آن تشکیل جمهوری خلق چین را اعلام کرد. خبرگزاری رسمی چین شینهوا میگوید بزرگی مراسم امسال با هیچ یک از مراسم مشابه طی 70 سال گذشته قابل مقایسه نیست. به گفته شینهوا 12,000 سرباز، 500 تانک و خودروهای مختلف و 200 هواپیما در این رژه شرکت کردند. تصاویر تلویزیونی از مراسم رژه که در پی سخنرانی رئیس جمهوری آن کشور آغاز شد، نمایشگر برخی تجهیزات جدید از جمله موشک‌هایی بودند که تلویزیون دولتی چین آنها را موشک‌های ضد ناو هواپیما بر نامیده است. رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود از کاهش 300,000 نفری نیروهای نظامی آن کشور خبر داده است. ژاپن طی ماه‌های گذشته سیاست‌های تازه‌ای برای تقویت ساختار نظامی خود به مورد اجرا گذاشته است. در حالی که در غرب پایان جنگ دوم جهانی عمدتاً به تسلیم شدن حکومت و ارتش آلمان نازی باز می‌گردد، در آسیا جنگ عملاً زمانی به پایان رسید که ارتش ژاپن در میانه ماه اوت 4 ماه پس از آلمان تسلیم نیروهای متفقین شد. ژاپن در دوم ماه سپتامبر به طور رسمی تسلیم شد و چین 3 سپتامبر برابر با 12 شهریور را به عنوان روز پیروزی جشن می‌گیرد. بیش از 80 میلیون نفر در جریان جنگ دوم جهانی و نیز رخدادها و جنایت‌های مربوط به آن کشته شدند که از این میان 20 میلیون نفر شهروند چین بودند. در خود چین این شمار تا 35 میلیون نفر عنوان می‌شود. رژه بزرگ نظامی در چین در حالی برگزار می‌شود که صندوق بین المللی پول اعلام کرده است رکود اقتصاد چین در حال گذاشتن تأثیری فراتر از تصور اولیه بر اقتصاد جهانی است و هشدار داد که اقتصادهای جهان باید به روند حمایت از اصلاحات و سرمایه گذاری ادامه دهند. گزارش صندوق بین المللی پول به گروه 20 تشکیل شده از 20 اقتصاد مطرح جهان روز چهارشنبه 11 شهریور و در آستانه دیدار وزیران اقتصادی گروه 20 در آنکارا ارائه شده است. به گزارش این نهاد بین المللی آشفتگی اوضاع اقتصادی چین و موارد دیگر مانند جریان معکوس سرمایه خطری که در برابر رشد اقتصادی در کل جهان است را افزایش می دهد. گزارش تازه صندوق بین المللی پول موضوع بحث روزهای جمعه و شنبه پیش رو در آنکارا خواهد بود. صندوق بین المللی پول البته هنوز پیشبینی قبلی خود در مورد رشد 3.3% اقتصادی امسال در جهان را تغییر نداده است. بنابر این گزارش رشد نسبی قدرت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال 2015 و در سال 2016 به خاطر تأثیر ناشی از پایین بودن بهای نفت ادامه خواهد داشت. کشورهای گروه 20 که وزیران اقتصادی و رئیسان بانک مرکزی آنها در پی رکود اقتصادی چین گرد هم می‌آیند، تشکیل شده از بزرگترین اقتصادهای جهان از جمله اعضای گروه 7 و نیز چین، روسیه، هند، اندونزی، ترکیه، عربستان سعودی و برزیل است که در مجموع بیش از 80% کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید. با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید. شب و روز شما خوش.